سلام دوستان خب تو این جلسه میخوایم یکی دیگه از نمونه های کاربرد تر در عملیات رو بگیم تو این نمونه در واقع ما با مسئله ترکیب مواد سر و کار خواهیم داشت ترکیب مواد مسئله هستش که خیلی استفاده داره توی علم شیمی توی عمران واسه تهیه بتون توی مثلا کارخونه جاتی که میخوان یه سری مواد رو ترکیب کنن و غیره هر جایی که میخوان یک سری از مواد رو با هم دیگه ترکیب کنن این کاربرد داره و با این مسئله در واقع از اسمش هم پیداست سر و کار داره که چقدر از هر یک از مواد موادی که داریم باید با هم ترکیب کنیم یعنی چقدر از هر کدوم استفاده کنیم که با ده نهایی اون قابلیت مد نظر ما رو داشته باشه حالا از لحاظ استحکام باشه از لحاظ قدرت مثلا محکم بودن بتون یا هر چیز دیگه یا مثلا واسه کرم چه مقدار مثلا اون شل بودنش سفودنش و غیر مهم باشه واسه یا از لحاظ هزینه اینکه من یه سری مواد اولیه خب یه سریشون گرونن یه سریشون نه چقدر از هر کدوم باید استفاده کنم تا هزینه کم می نبشه. یا اینکه حتی یه سری از ویژگی های اون ماده باید مثلا کمینه بشه. پس تو حالت کمین سازی و مکسیموم سازی هر دو تاش وجود داره برای هر دو حالا تو اینجا یه مثالی رو داریم که از یه کارخونه در واقع این مثال رو زده شده و خب مثال معروفی هست واسه ترکیب مواد و ازش استفاده میکنن این مثال داره در واقع با ما میگه که ما یه سری غذای دام داریم تهیه میکنیم و باسه این غذای دام چهار نو ماده باید با هم ترکیب بشن خب ماده یک میگیم ذرت نام داشته باشه ماده دو ماده سه و ماده چهار که باسه سه نوع از دام ها باید این تهیه بشه واسه گاو گوسفند و مرغ خب پس ما در واقع با ترکیب چهار نوع ماده سه نوع محصول میخوایم تولید بکنیم و وقتی که اینا رو تر... در واقع ترکیب میکنیم هر کنون از اینا یک سری ویتامین پروتئین، کلسیوم و چربی خام مناسب رو باید داشته باشه که باسته مثلا گاف خب باید متفاوت باشه نسبت به گوسفند و نسبت به ما پس ما ترکیب متفاوتی از اینا رو میتونیم استفاده کنیم تا اون مواد ما ویژگی های مد نظرمون رو داشته باشن خب تو این حالت یکی از مثاله معروفش حالا اینجا بعد نیست بزنیم دیدین توی مثلا غذاهای مختلف یا موادی که مثلا از بیرون میخریم اینجا من من یکیشو جلو روم فان دارم که ببینیم میزنه مثلا قندش اینقدره X و چربیش مثلا ایگره و نمکش مثلا فلان قدره خب خیلی جاها دیدیم توی بسته های چنین اطلاعات رو میزنن این اطلاعات در واقع به طور مثال حالا غذای گاو که میخوان در بیارن میگن آقا اینقدر قن چربی و نمک باید داشته باشه خب دیگه از این بیشتر نباید باشه و اگر وزارت بهداشت از ما قبول نمیکنه محصول ما رد میکنه خب این مثالی هستش که خیلی از در واقع تولید کنندگان مواد غذایی با اون سر کار باید داشته باشن حالا تو این مثال ما ما اینجا جدولی با سمون وجود داره که میگیم آقا اینقدر ذرت چقدر ویتامین پروتئین کلسیوم و چربی داره حالا تو هر واحدش میتونه گرم باشه یا هر چیزی خب با واحدش زیاد کاری نداریم و همینطور سنگ آهک سویا و گوشت ماهی هر کدوم چقدر ویتامین پروتئین کلسیوم و چربی خام دارن این جدولی هست که ما داریم پس میزان موجود مواد مغذی رو تو هر یک از این چهار ماده غذایی به ما داده بعد گفته این کارخونه یه قراردادی داره که بتونه مثلا دوازده تن هشت تن و نه تن از محصول گاو و گوسفند و مرغ در واقع مکمل تهیه کنه غذا تهیه کنه یه مقدار مواد اولیه توی انبارش داره بر اساس سیاستی که حالا این کارخونه داره میگه من بیشتر از اینا نمیخوام خرید کنم اینا رو که دارم دیگه خرید نباید بکنم این در واقع واسه ساده سازی مسئله مون در نظر گرفته شده و این در واقع محدودیت های ما واسه استفاده از هر کدام از مواد ذرت و سنگ و غیره هستش هزینه استفاده از هر کدوم اینا حالا هزینه خریدی که داشتم و قیمت هر کدوم از اینا اینجا هم داده شده پس وقتی که قیمت رو داده میدونیم مثلا اون کمین سازی هزینه استفاده از هر کدوم ایناست با توجه به محدودیت هایی که داریم حالا اینجا اومده گفته دقیقا اون جدولی هستش که توی در واقع غذاها میزنن که اینقدر از هر کدوم باید داشته باشه وزارت بهداشت اومده گفته که آقا تو وقتی که داری غذای گاو تولید میکنی حداقل اینقدر باید ویتامین داشته باشه ماکسیمومش حالا مهم نیست اما واسه مرغ بیشتر از 6 تا نباید داشته باشه مرغات خب از بین میرن و واسه پروتئین به همین شیوه ماکسیموم و مینیمومه که باید وجود داشته باشه تو هر کدوم رو به ما داده خب بعد بریم این مسئله رو در واقع مدل ریاضیش رو تهیه کنیم و باسه مینیمم کردن هزینه با توجه به اینکه این محدودیت اینجا ما برآورده بشه و محدودیت در واقع قراردادی که داریم یعنی بعد حداقل اندازه اینا تولید داشته باشیم را تعبیه کنیم اینجا وجود داره خب مثلا رو ساده تر می با توجه به توضیحاتی که اونجا داشتیم هدفمون که گفتیم کمینه سازی هزینه است به طوری که حجم تعیین شده در قرارداد آماده شود مصرف مواد اولیه بیشتر از موجودی انبار نشود بیشتر از اون خرید دیگه ندارم باید از همون استفاده کنم و حداقل و حد اکثر میزان عناصر مغذی هم رایت بشه که وزارت بهداشت به ما گفته خب ایکس ما میاد میگه چقدر از هر کدوم از مواد دم استفاده کنم تو هر یکی از محصولاتم از ماده مغزی یک دو سه چهار ذرت بود سنگ آهک بود گوشت ماهی بود یادم نمیاد هر کدوم ایندکس دادیم یک دو سه چهار و برای محصولات گاو و گوسفند و مرغمون خب پس این داره نشون میده به من که چقدر از ماده اول مثلا ذرت بود برای غذای گاو استفاده کنم و به همین ترتیب چقدر ذرت باسه گوسفند و مرغ و بعدی سنگ آهک باسه گاو و گوسفند و غیره پس ما هم اینجا معلومه خب وقتی که خلاصه سازی رو انجام دادیم حالا میتونیم بریم مدل ریاضیمون رو بسازیم اول از به هدف شروع میکنیم میدونیم که چون هزینه داشتیم تابع هدف اون کمینه سازی مواد بودش هزینه مواد بودش ما باید ببینیم که به ازای هر یک از موادمون چقدر هزینه داریم و چقدر داریم ازشون استفاده میکنیم از ذرت به طور کلی من به هر واحد ذرتی که استفاده میکنم دو دهم دلار دو سنت دارم هزینه پرداخت میکنم چقدر در کل دارم ذرت مصرف میکنم به ازای مقداری که دارم تو تولید محصول یک دو و سه از اون استفاده میکنم واسه غذای گاو گوسفند و مر چقدر ذرت دارم میریزم هر چقدر تن ذرت دارم میریزم ضبط واحدش میشه چون واحد پولیش میشه چون این به ازای یک واحد هستش مقدار ضبط داره اون واحدش میشه هزینه کل اون مقدار زورتی که دارم استفاده میکنم به اضافه هزینه یکی چی بود سنگ آهک آه مقدار ای که واسه سنگ آهک آه دارم پرداخت میکنم در کل چقدر سنگ آهک آه مصرف میکنم زب در اون به اضافه حالا سویا چقدر در کل سویا دارم مصرف میکنم زب در هزینه ای که داشتم خب و همینطور واسه گوشت ماهی هر چقدر مصرف میکنم زب در هزینش میشه خب این از تا به هدفمون که خیلی ساده بود و هدفمون هم این هستش که اینو کمینه کم کنیم. حالا بریم سر محدودیت ها این تا به هدف باید کمینه کم بشه مینیموم بشه به طوری که حجم تعیین شده تو قرارداد من باید برآورده بشه ما تو وقتی که داشتیم مدل می ساختیم نگفتیم که آقا حداقل باید انقدر اندازه قرار دادم تولید کنم کجاست خب گفتم حجم تعیین شده در قرارداد آماده شود اینجا هم نا کارخانه قراردادی برای تهیه انقدر دارد نگفته حداقل انقدر تون خب وقتی که حداقل داشته باشیم یعنی ما باید بیشتر از اون مقدار تولید کنیم اگر حداقل بخوایم انقدر داشته باشیم اما اگر حد, دقل... حد باشه باید کمتر مساوی باشه اما اگر نگفته باشه توی مسئله که کدام یکی از موارد هستش مساوی میزه تو دنیای واقعیت باید ببینیم که شرایط چطور بوده الانی از یک این مثال از یک شرایط واقعی استخراج شده ما تو اون شرایط واقعی نبودیم اینطور که مثال گفته باید اجرا بکنیم اما توی شرایط واقعی حتما طوری بوده که نمیتونستیم یعنی نمیخواستیم که بزرگتر مساوی 12 باشه بخاطر مساوی قرار میدادیم و توی اینجا حداقل رو نیاورده بودن بخاطر همین مساوی قرار میداریم. حالا مقدار کل تولید پس میدونیم مساوی دوازده با باشه باسه محصول اول، محصول دوم و محصول سوم کل تولید محصول اول من برابر با میزان مقداری که از هر کدوم از موادم دارم ترکیب میکنم یعنی هر چقدر ضرورت ترکیب بکنم با, سویا، با سنگ آهک، با سویا و گوشت ماهی حجم کل ترکیبم باسه محصول اول میشه کل تولید محصول اول من درسته ترکیبی از اینا میشه دیگه همینطور برای محصول دوم و محصول سوم بنابراین جمع اینا هر کدوم باید برابر با مقدار تعیین شده تو قرار داده من باشه این از محدودیت اول محدودیت دوم میگه نباید از موجودی انبار من بیشتر بشود بیشتر از موجودی انبار نباید بشه پس ماکسیموم این بیشتر داره میگه ماکسیموم اینقدر اندازه موجودی انبار من باشه حد اکثر دیگه اندازه موجودی انبارم باشه نریم که به خرید بکنیم پس باید کوچیکتر از اون مقداری باشه که تو انبارم دارم باسه ذرت مجموع کل ذرت من مقداری هست که دارم مصرف میکنم باسه محصول یک من از ذرت تو محصول یک چقدر مصرف میکنم از سویا توی از ذرت توی محصول دوم که واسه گوسفند هست چقدر مصرف کنم و از ذرت توی محصول سوم که واسه مرغ هست چقدر دارم مصرف کنم مجموع کل مصرف ذرت من نباید از موجودی انبار من که نه هستش تو اون جدول داشتیم بیشتر بشه باید کمتر مساوی اون باشه خب همینطور واسه بقیه مواد یعنی اگه این واسه ذرت باشه این یکی واسه سنگ آهکه و این یکی واسه سویاس و این یکی برای گوشت ماهی هستش هر کدوم باید کمتر دکس... کمتر مساوی موجودی انبارمون باشن که مجموعه مصرفمون هست اینا تو هر یک از محصولات خب بعد از اینکه من مطمئن شدم از موجودی انبارم بیشتر نمیشه باید اون حدودی که وزارت بهداشت گفته هم رایت بکنم یعنی چطور؟ یعنی من اونجا یک جدلی داشتم که میومد اومد می گفت آقا وزارت بهداشت گفته ویتامینی که توی غذای گاو دارید استفاده می کنی نباید کمتر از شیش باشه حالا هر چقدر زیاد باشه اشکال نداره اما توی مرغ نباید کمتر از چهار باشه و نباید بیشتر از شیش باشه باید بین این دوتا قرار بگیره همینطور باسه بقیه وقتی که بینهایت میذار اینجا عملا محدودیتی نداره اما تو زبان ریاضی میتونیم اونو بنویسیم و بعد خلاصه کنیم خب من چطور میتونم این محدودیت رو بنویسم پس اول اینکه میدونم آقا از اون شیشه که اونجا گفته تو واحدش و از اون بینهایته و بین این دوتا باشه یعنی حجم کل تولید من واسه هر یک از واسه محصول یک من خب مقدار ترکیبی که داشتم از ذرت سنگاهک سویا و گوشت کل تولید من مقدار ویتامینی که داره از کجا میتونم مقدار ویتامین رو در بیارم یه جدول اولش داشتیم که به ما میگفت آقا ذرت چقدر ویتامین داره سنگاهک چقدر ویتامین داره سویا چقدر ویتامین داره و گوشت ماهی چقدر ویتامین داره اگر من بگم از ذرت که ایکس یک من هستش توی محصول اولم اینقدر استفاده شده از سنگ آهک در سنگ آهک دو تو محصول یک من اینقدر استفاده شده از سویا توی محصول من اینقدر استفاده شده و از گوشت ماهی توی محصول یک من اینقدر استفاده شده خب این مجموعش دیگه هشت برابر اون یعنی ویتامین وجود داره به ازای یک واحد این هشت تا ویتامین وجود داره به ازای یه واحد این شش تا ویتامین وجود داره و به ازای این ده تا و به ازای این چهارتا تا و مجموع اینها کلش نباید کمتر از 6 تا در مجموع کل تولید من باشه درسته چون هر کدوم اینا مثلا به تونه دیگه خب اینم باید به تون باشه در واقع کل تولید من چقدره توی اینجا داشتیم به اندازه قرارداد مساوی هم داشتیم اینجا دیگه خب چون مخصوصا مساوی داشتیم میتونیم استفاده کنیم توی اینجا در کل انقدر تولید داشتیم پس توی کل در واقع محصول من با سه گاف باید شیش برابر کل تولیدم ویتامین وجود داشته باشه و کل تولید من ذریب اونها که ضرب میکنیم در واقع مقدار ویتامین موجود توی تولید کل تولیدم رو داره به من میده مقدار کل ویتامین موجود من باید بزرگتر مساوی 6 زب 12 باشه بس. و از اون بینهایت کوچیکتر باشه همین رویه رو باسه بقیه موارد میتونیم در نظر بگیریم خب اینجا الان بعد ذرت سنگ آهکه سنگ آهک ببخشید اه... کجا بود ما خب بعد اه... گفتیم که این واسه گاف هست همین رویه رو واسه گوسفند باید داشته باشیم مقدار غذایی که واسه گوسفند داریم تولید میکنیم ویتامینش باید بین این دو مقدار باشه خب پس اینجا الان این قضیه این باید برای گوسفند در نظر بگیریم چقدر ویتامین داره سنگ زرت 8 تا سنگ 6 تا دقیقا مثل بالای 10 تا سویا ویتامین داره 4 تا دا هم گوشت ویتامین داره این مجموعه کل تولیدن باسه گوسفند 8 تا که باید بزرگتر مساوی 6 تا در واحد ویتامینش باشه پس در کل این مقدار ویتامین وجود داره که باید بزرگتر از مجموعه محدودیت ما وزیر وزارت بهداشت باشه هر چقدر ذرت و سویا و اینا می‌ریزیم طوری باید این مقدار رو تنظیم کنیم که مجموعه ویتامین ما در مجموع بیشتر از این مقدار باشه همین قضیه واسه مرغ هم وجود داره با این تفاوت که مرغ میگه بین دو تا بازه قرار بگیره یعنی باید بیشتر از چهار تا واحد باشه من نه تن دارم تولید میکنم پس چهار ضبط در 9 تن ویتامین باید داشته باشم واسه مرغ و همچنین شیش زب در نه تون دیگه بیشتر نشه ویتامین من چقدر ویتامین دارم توی غذای گوسفند انقدر ویتامین دارم که برابر با ذریب ویتامین توی ذرت ویتامین توی سویا ویتامین توی سویا توی سنگ آهک توی سویا و توی گوشت هستش دقیقا همین رویه رو بعد ادامه میدیم با سه پروتئین اگه اینجا در نظر بگیریم تو این قسمت گفتیم که پروتئین حداقل و حداکثر اینقدر باید باشه وزارت به داشبورد مکمل گاو توی اینجا من میدونم که 10 تا ذرت 10 تا ذرت توی محصول گاو 10 تا 5 سنگ هاک توی محصول گاو 12 تا سویا توی محصول گاو و 8 تا گوشت ماهی توی محصول گاو در مجموع مقدارش طوری تنظیم میشه این مقدار X دا که بزرگتر مساوی این باید بیشتر بزرگتر مساوی برکس رفتم مقدار تعیین شده توی این قسمت باشه شیش زب داره کل تولید من که برابر با هشت هستش بخش دوازده هستش باسه کاف خب پس اینجا نه هستش پس مرغ داشتیم در نظر میگرفت نه خب پس در اینجا هم باید بزرگتر مساوی کل مقداری که وزارت بهداشت باسه ما تعیین کرده و کوچیکتر از اون حدی باشه که وزارت بهداشت واسه پروتئین هم همینطور که باید بزرگتر باشه ذرایبش رو اینجا میذاریم کوچیکتر بزرگ... بزرگ... از بینهایت بزرگتر از شیش دقیقا این قسمت هم باسه یه... پروتئین هستش و این قسمت هم برای چربی بود درسته کلسیوم بعد چربی دقیقا یک مجموعه محدودیت این مجموعه محدودیت و اینجا بنویسم این قسمت میشه برای ویتامین این قسمت میشه برای پروتئین این قسمت میشه برای کلسیوم و این قسمت هم میشه برای چربی ذرایبی که هر کدوم دارن زب در مقدار تولیدشون بین اون بازی که وزارت بهداشت با ما تعریف کرده وزارت بهداشت چون به واحد گفته ما بر اساس مقدار تولیدمون در نظر بگیریم و محدودیت فیزیکی که آقا یا باید صفر باشه مقدار استفاده از هر کدوم از موادی که داریم تو هر محصول یا بزرگتر از صفر باشه منفی دیگه نمیتونه باشه پس محدودیت فیزیکیمون هم اینجا میشه حالا اگه این چون ما الان به صورت استاندارد ننوشتیم بین دو بازه هر کدوم از اینا یعنی دو تا دو تا معادله که یکیش بزرگتر مساویه یکیش کوچکتر مساویه که تو اینجا الان ما اینا رو جدا کردیم در واقع گفتیم این باید بزرگتر مساویه بی نهایت رو دیگه ننوشتیم اینجا واسه کوچکتر مساوی هم آوردیم مواردی که وجود داشتش و این دیگه میشه مدل نهایی ما که داریم خب امیدوارم که مفید واقع شده باشه و این یک مثال عملی هستش که استفاده شده و خلاصه شده و اینجا آوردیم که بتونیم مدل سازی رو به صورت خطی انجام بدیم ممنون از شما خدا نگه.